در ایران پس از سخنرانی رهبر که ورود واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، واکسن روسی به عنوان جایگزین اصلی مطرح شده و با اعلام خبر ورود اولین سری واکسن‌های ساخت روسیه اختلافات سر آن هم شدت گرفته. تفاوت این واکسن‌ها چیست و آیا یکی بر دیگری برتری دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید. همین چند ساعت پیش نتایج تحقیق درباره واکسن روسی در مجله معتبر علمی لنست چاپ شد که میگوید این واکسن بیش از 90% ایمنی دارد. اما آیا این گونه تحقیقات برای استفاده از واکسن ها کافی هستند؟ پیش از اینکه به بحث بپردازیم، نگاهی میکنیم به واکسن های مختلف و تفاوت ها و تشابه های اونها. در حال حاضر 150 گروه مختلف در حال ساخت واکسن های کرونا هستند، اما مهمترین اونها که تاکنون مطرح شده در این برنامه معرفی میشن. فایزر و بایونتک ساخت آمریکا و آلمان هستند که واکسن مربوط به کشورهایی هست که تا به حال اونها رو شروع کردن و واکسن رو زدن. این واکسن بعد از طی مراحل بالینی ثابت شده که 95% کارایی داره و جدیداً مشخص شده که روی نوع جدید ویروس جهش یافته کرونا هم که در بریتانیا و آفریقای جنوبی یافت شده تاثیرگذار هست. واکسن فایزر باید در منهای 70 درجه سانتیگراد نگهداری بشه. واکسن بعدی واکسن مدرنا است. اون هم ساخته یک شرکت آمریکایی مدرنا. تاثیر اون روی کرونا حدود 95% برآورد شده و روی نوع جهش یافته هم باز تاثیر داره، اما اون هم باید در منهای 20 درجه سانتیگراد نگهداری بشه. هر دوی اینها، فایزر و مدرنا، اولین واکسن هایی هستند که با فناوری پیشرفته ای ساخته شدن که بخش از رمز ژنتیکی ویروس رو تزریق میکنن به داخل سلول و پروتئین ویروس رو بدون بیماریزایی تولید میکنه و در دسترس سیستم ایمنی بدن قرار میده که ضد اون بتونه پادتن و سلول های ایمنی تولید بکنه. هر دو این واکسن ها هم تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو دارن، هم نهادهای مرتبط در آمریکا و اروپا. اما واکسن سوم، واکسن آکسفورد یا آسترازنکا، ساخت بریتانیا است. میزان اثر بخشی اون بین 62-90% برآورد شده. برای تولید این واکسن از روش سنتی استفاده شده، یعنی فرم ضعیف شده ی ویروس. ایمنی و تأثیر واکسن هم مشابه دو مورد قبلی در سازمان بهداشت جهانی و همینطور اروپا و بریتانیا تایید شده. نگهداری این واکسن از دوتای قبلی راحت تره، چرا که در دمای یخچال میشه اون رو نگه داشت. واکسن بعدی، واکسن کرونا واک، ساخت شرکت سینوواک چینه. میزان مؤثر بودن اون رو دولت چین بیش از 90% اعلام کرده. اما بعد از کارآزمایی بالینی در برزیل 50.4% و در اندونزی 65.3% اعلام شده که هر دو کمتر از میزانی هست که چین گفته بود. سازمان بهداشت جهانی شرط تایید هر واکسن کووید رو حداقل 50% اثر بخشی تعیین کرده. کرونا واک مثل آسترازنکا یه واکسن غیر فعاله، یعنی از ویروس های استفاده میکنه که دیگه زنده یا بیماریزا نیستند و بدون خطر بیماری جدی سیستم ایمنی رو برای مقابله با این بیماری آماده میکنن. اما آخری که مهمترین هست و امروز میخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم، اسپوتنیک وی، ساخت مرکز تحقیقات گامالیا در روسیه. همونطور که بیشتر هم گفتم، بر اساس داده هایی که امروز مجله لنست از نتایج مرحله آخر آزمایشش منتشر کرده، این واکسن بی خطره و بیش از 91% هم ایمنه. این نتایج بر اثر آزمایش واکسن روی 20,000 نفر به دست اومده. این تحقیقات یک قدم مثبت هست، اما آیا کافی هم هست؟ برای بحث درباره این موضوع سه میهمان دعوت کردیم که بیشتر دربارش صحبت بکنیم. حمیدرضا ستایش از اتحادیه جهانی ایمنی سازی و سازوکار کوواکس از ژنو سوئیس با ماست. معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندایس از بوستون، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن. اجازه بدید اول از آقای ستایش شروع بکنم. آقای ستایش، شما با این سازوکار آشنا هستید. آیا برای سازمان بهداشت جهانی این تحقیقی که امروز در لنست منتشر شده کافی هست؟ سلام و ممنون از دعوتتون. ببینید، وقتی ما میگیم مجوزی صادر شده، خوبه اون رو یک مقدار باز بکنیم و ببینیم مجوز اصلا معنیش چی هست.
ما برای واکسن ها در واقع در پروسه‌ای که سازمان بهداشت جهانی شروع کرده، یا ماشین پری کوالیفیکیشن، یا اون مجوزی که صادر می‌کنین، در واقع مجوزی است که به بقیه سازمان ملل مثل صندوق کودکان سازمان و یا مکانیزم کوواکس اجازه خرید میده اون واکسن رو. یعنی یه مکانیزمی که استانداردی رو در سطح بالا تعیین میکنه و بر اساس اون خیلی آسون میشه رفت و از اون تولید کننده ها واکسن رو خریداری کرد. سطح دیگه ای که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم، ما بهش میگیم Emergency Use Listing، که در واقع فقط یک فهرست کردن یک واکسن یا یک دارو، حالا چیزهای مختلف هست، واکسن یه مقدار سفت و سخت درم هست، برای شرایط اضطراری هست. و این معنیش این است که در شرایطی که ما هیچ داروی جایگزین یا هیچ واکسن جایگزین نداریم، با یک خطر بالفعل روبرو هستیم که این امکان همه‌گیری جهانی رو داره. اگر اون محصول یک سری مشخصات رو بتونه بگذرونه که اون شامل کاراییش هست، کیفیتش هست، امنیتش هست و حالا یه سری جزئیات دیگه، در اون صورت اجازه داده میشه که این محصول در واقع در فهرست سازمان جهانی بهداشت برای شرایط اضطراری قرار بگیره و اون موقع است که سود و ضرر این محصول در کنار همدیگه سنجیده میشه. و چون همه ضررش مشخص نیست، یعنی محصولی که میاد برای اینکه واکسنی بتونه پری کوالیفاید بشه، مجوزای نهایی رو بگیره، حداقل 18 ماه اطلاعات بالینی رو باید اون کارخونه تولید کننده ارائه بکنه. و وقتی ما اون را نداریم، شرایط ما خیلی کوتاه‌تر از اون هست، با یک همگیری جهانگیری مواجه هستیم، مجبوریم بریم سمت این مجوزهای اضطراری که فاید و سود، یعنی ضرر احتمالیش رو در مقایسه فایدهش قرار میده و این مجوز رو صادر میکنه. نهایتاً کشورها هستن که تصمیم میگیرن، دولت‌ها هستن که تصمیم میگیرن از یک محصول استفاده بکنند یا نکنند. بله. خب این خیلی مهم هست، برای اینکه دولت ایران الان تصمیم گرفته از این واکسن روسی استفاده بکنه. شما به عنوان یک کارشناس فکر میکنید که با توجه به تحقیقی که امروز لنست منتشر کرده، آیا این اون چراغ سبزی هست که میتونن مردم مطمئن باشن از استفاده از این واکسن یا نه؟ ببینید، حتما کارشناسانی که این رو تصمیم گرفتن و مجوز رو میخوان صادر بکنن، نگاه کردن به این چند دسته اطلاعات و این دست اطلاعات یکی شامل همونطوری که شما فرمودید بحث بی خطر بودن واکسن است، که برای این واکسن روسی حدود 4-5 ماه پیش منتشر شده بود در فاز 1 و 2، و این هم اطلاعات بالینی هم که اخیراً منتشر شده، خب نتایج قابل قبولی رو داره و این چیزی که امروز لانست منتشر کرد میتونه کاملا از نظر بالینی هم مورد تایید قرار بگیره. به طبع این رو در شرایط هر کشوری میسنجه و با توجه به جمعیتش، با توجه به توانایی‌هاش و با توجه به فایلی که از اون تولید کننده احتمالاً دریافت کردن، چون ممکنه خیلی اطلاعات بیشتری رو کشور دریافت کرده باشه که اینا در اختیار عموم هیچ وقت قرار نمیگیره. بله. آیه رضوی، نظر شما چیه؟ آیا با توجه به شرایطی که ایران داره، تصمیم درستی بوده که از واکسن روسی استفاده بشه؟ با سلام به میهمان و بیننده‌های خوبتون. از امروز صبح به بعد جواب مثبته و من به شخص خوشحالم که به هر حال یک واکسن دیگه به سبد واکسن‌های بین‌المللی اضافه شد و شاید کمتر نگران نسبت به دفعه قبل که ایران این همه تمرکز داشت و اصرار می‌کرد که ما خودمون می‌خوایم واکسن بسازیم. اون پروژه بسیار در کوتاه مدت خطر آفرین، ولی در میان و بلند مدت لازم و ضروری بود. بنابراین همین که الان اجماع داخلی به این سمت رفته که توان داخلی برای 80 میلیون واکسن واقعا محدود هست و باید به واردات واکسن های مطمئن نگاه کرد، که حالا واکسن روسی هم یکی از واکسن 4-5 تا واکسن موجود و قابل اطمینان حداقل تا زمانی که عکسش ثابت نشده هست، خبر مثبتیه و مردم باید شادمانی کنن که به هر حال اون تصمیم اولیه بلند پروازانه ولی غیر واقعی مسئولین فعلا رفته تو قفسه و مردم شانسی برای نجات از این طاعون سیاه دارن. بله، من فکر میکنم که این خبر تا به الانش مثبت بوده. آقای خلجی، من با شما قبلا صحبت کردم، شما منتقد تصمیم آقای خامنه ای بودید. آیا با این اتفاق امروز آیا شما موافق هستید، نظرتون جلب شده به و فکر میکنید که این تصمیم درستی بوده که واکسن روسی رو استفاده بکنن؟ به هر حال من معتقد هستم که این که آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی خودش رو مرجع تصمیم گیری درباره تأیید واکسن یا ورود واکسن از کشوری یا از شرکتی بدونه، این خودش
بسیار زیانبار هست برای کشور و نشان دهنده نوع نظام سیاسی در جمهوری اسلامی هست که یک نظام تمامیت‌خواه هست و تلاش میکنه که حتی در مورد جان و سلامت مردم هم از چشمانداز کاملا ایدئولوژیک و بر مبنای کاملا ایدئولوژیک تصمیم بگیره. اصل این که آقای خامنه‌ای مرجع باشه برای این مسئله، این مشکل هست، وگرنه در مورد اینکه چه نوع واکسنی وارد بشه، چه نوع واکسنی تایید شده، چه نوع واکسنی باید استفاده بشه، این باید مرجعش فقط کارشناسان بهداشت و درمان و وزارت بهداشت و درمان باشن. بله. و لحظات ایدئولوژیک درش دخلی نداشته باشن. جالب است اشاره کردید برای اینکه بخش با قابل توجهی از متخصصان در ایران معترض بودن به این واکسن روسی. حالا نمیدونم اونها امروز مجاب شده باشن یا نه، چون ما به عنوان کسانی که کارشناس نیستیم خیلی مطلع نیستیم. اما من میخوام قبل از اینکه حالا این بحث رو در رده‌های تخصصی با دو نفر دیگه ادامه بدم، از شما این رو بپرسم. ولی فقیه در ایران در یک جایگاه خیلی بلند مرتبه‌ای قرار گرفته به لحاظ قانونی. آیا این جایگاه بلند مرتبه او رو در این موقعیت قرار میده؟ آیا به لحاظ قانونی توجیه میکنه که او در مورد مسائل این چنینی هم بتونه بر اساس تشخیص شخصیش پیش بره؟ ببینید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملا مبهم هست در این زمینه‌ها. تصور کنید که در خود این قانون بندهایی هست که میشه در حقیقت قانون رو نادیده گرفت بر اساس اون، یا بحث از ولایت مطلقه فقیه آمده و این مطلقه قابل تفسیر هست بر این که میتونه حتی قانون رو هم نادیده بگیره در صورتی که مصلحت نظام اقتضا بکنه. در اصل 101 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام تشخیصش و تدوینش و تعیینش با رهبر جمهوری اسلامی هست و رهبر جمهوری اسلامی در فرصت‌های مختلفی سیاست‌های کلی سلامت رو ابلاغ کرده به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. و از جمله این سیاست‌ها این هست که ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی، اسلامی و نهادینه‌سازی اون در جامعه باشه. و این در حقیقت یک معضل بزرگی هست که مسئله بهداشت و سلامت رو کاملا بر مبنای ایدئولوژیک قرار میده. بله. آقای رضوی، تخصص شما هست این موضوع، در واقع برنامه‌ریزی سلامت. شما هم آیا این رو خطرناک میبینید که چنین تصمیماتی به این شکل گرفته شده باشه، یا اینکه فکر میکنید که احتمالاً آقای خامنه‌ای فکر میکنید امروز شانس آورده که این ویروس، در واقع این واکسن برای این ویروس تایید شده به نوعی، یا اینکه فکر میکنید که اساساً این تصمیم بر اساس یک سری زیربناهایی گرفته شده که لازم بوده؟ ببینید، ورود تصمیم گیری در قبالش جان و مال شهروندها هیچ وجه نباید سیاسی بشه، نه در ایران، نه در هیچ جای دیگه دنیا. بذارید من مثالی رو از جایی که توش زندگی میکنم براتون بزنم. شما دیدید که در انتخابات پر سر صدای امریکا، حزب دموکرات چقدر حمله به آقای ترامپ برای کندی برنامه واکسیناسیون و توسعه برنامه تست و اینها داد. و جالب، از زمانی که خودشون وارد کاخ سفید شدن، اولویت اولشون رو در کشوری که در روز دو برابر کشتار 11 سپتامبر داره بی جهت کشته میده، گذاشتن این که مطمئن بشیم که آقای ترامپ رو یک جوری استیضاح کنیم که دیگه هیچ وقت هوس کاندیداتوری نکنه. ببینید، ورود سیاست و بالا گذاشتن اولویت‌های سیاسی و اعتقادی در جایی که جان مردم به شواهد علمی وابسته است خطرناکه. این مهم نیست در کجا باشه. این یعنی استثنای من براش قائل
نیستم به این شاید. ببینید انگلیس اگر در زمان بحران کرونا درگیر برگزیت نمی بود، شما الان اینقدر بحران جهش و کشت و کشت بالا نداشتید. بنابراین سیاست زدگی برای تصمیم هایی که گفتم به صورت اضطراری برای نجات جان مردم باید گرفته بشه به شدت خطرناک است. بنابراین من همواره روی نظرات قبلی خودم که باید دنبال راه برون رفت و سیاست زدایی از این مسئله برنامه واکسیناسیون کرد بله. به جد هنوز سرش هستم و نه من اصلا به هیچ وجه سالم نمیدونم ورود ارگان‌های سیاسی بحث‌های سیاسی اعتقادی رو در جایی که پزشکان و متخصصین و اجماع جهانی باید راجع بهش تصمیم بگیره. هر چقدر که این حاشیه‌های سیاسی بیشتر بشه برنامه واکسیناسیون ملی تأخیر میفته و تأخیر هر یک روزش مساوی با 100 نفر پدر، مادر، برادر، خواهر و بستگان ایرانیانی که این رو به هیچ وجه، هیچ مذهبی، هیچ حکومتی، هیچ سیاستی نمیتونه و نباید توجیه کنه. حق با شماست. فقط من میخوام از آقای ستایش این رو بپرسم چون دقیقا همون متخصصانی که بهشون اشاره میکنن یکیشون شما هستید آقای ستایش. آیا فکر میکنید در این مرحله برای ایران استفاده از ویروس روسی، ببخشید واکسن روسی عاقلانه است یا اینکه باید درش رو باز میگذاشت برای انواع و اقسام واکسن ها، باید هر واکسنی که به دست می آورد رو وارد میکرد؟ سوال سختی میپرسید سرکار خانم غازی‌زاده. این سوال جوابش بسیار دشواره و کشور با توجه به اولویت هاش از جمله امنیت ملیش تصمیم هایی رو میگیره. این دیگه در اتفاقا خیلی از تصمیمات سلامت تصمیمات سیاسی هست و تصمیمات صرفاً بهداشتی نیست، سیاسی اقتصادی هست که مهمان محترمتون هم به بخش اقتصادیش به خصوص اشاره فرمودن. در مورد این من میتونم اینطور بگم که واکسن هایی که پیشتاز بودن، دو تا واکسنی که پیشتاز بودن، مادرنا و فایزر بایونتک، واکسن هایی بودن که از تکنولوژی خاصی استفاده میکردن که اصولاً برای خیلی از کشورها اصلا توزیع و استفادهش در سطح کلان بسیار دشواره. یعنی باید زیرساخت‌ها رو هم در نظر بگیریم. ما الان عملاً توی هیچ کدوم از کشورهای آفریقایی بجز شاید 3 تا یا 4 تا نمیتونیم واکسن فایزر بایونتک رو از طریق مکانیزم کوواکس در اختیارشون بگذاریم چون زیرساختشون به خاطر اون سیستم نگهداریشون و اینکه مثلا باید -70 یا -20 درجه باشه یا چیزای دیگه‌ای هم هست. همینطور مهمترینش زنجیره سرماش هست، ولی به هر حال استفاده از واکسن ها آموزش های دیدن نیست. شما فکر کنید این واکسن مثلا باید در سرنگ های 0.3 میلی‌لیتری کشیده بشه و ما پرسنل بهداشتیمون این آموزش ها رو ندیدن تو بسیاری از کشورها و هرم و حلسی زیادی داریم برای واکسنی که قیمت بسیار گرونی داره. مثالش هست، من نمیخوام موضوع رو خیلی فنی و تخصصی بکنم، این رو عرض میکنم خدمتون که حالا چند هفته تاخیری که شاید با اومدن واکسن حالا اسپوتنیک یا شاید زودتر از اون یا همزمان با اون واکسن های آسترازنیکای ساخته کره جنوبی رو هم از طریق مکانیزم کوواکس ایران دریافت بکنه. این منتظر تصمیم دولت است که آیا این واکسن رو میخوان یا نمیخوان و ما براشون ارسال خواهیم کرد. به محض اینکه البته سازمان جهانی بهداشت اون EUL رو اون لیست فهرست اضطراری رو این واکسن رو درونش قرار بده. موضوع جالبی رو اشاره کردید، آسترازنکا همون واکسن آکسفورد هست ولی ساخت کره جنوبی گفتید. گفتید یعنی در واقع اونها هم دارن همین رو تولید میکنن؟ این واکسن در کارخانه‌های مختلفی تولید میشه. واکسنی که ما به طور عمده در کوواکس تامینش میکنیم ساخت سرام اینستیتوت هند هست که حدود 150 میلیون دوز شما الان در اختیار داریم، ولی هنوز منتظر سازمان جهانی بهداشت هستیم که اون چراغ سبز رو به ما نشون بده. یه مقدار محدودتری توی کره جنوبی تولید میشه که برای کشور ایران به عنوان واکسن مورد توجهشون این الان اختصاص داده شده و در صورتی که درخواستشون رو قطعی بکنن این به محض اینکه تاییدیات بشه ارسال خواهد شد. من این رو عرض کنم حضورتون، شما در بحث اول در مورد مجوزها این emergency use listingی که عرض کردم یا همون pre-qualification در مراحل بعدی برای هر خط تولید جدا صادر میشه. یعنی این نیست که اسمش این باشه که همون واکسن هست. حتی ما موارد داشتیم که یک کارخونه اومده یک پلانت کنار همون کارخونه هستیش کپی همون تولید کرده، از اول مجبور شده که درخواست بده برای گرفتن اون مجوز. به خاطر اینکه کوچکترین تغییراتی میتونه
اون شرایط واکسن رو متغیر کنه و دیگه اون استانداردهای لازم رو از نظر سازمان جهانی بهداشت ممکن نداشته باشه. بنابراین خیلی این بحث هر کارخونه با هم فرق داره و حتی توی همون کارخونه هم اگر یک قسمتی اضافه و کم بشه دوباره باید درخواست مجوزهاشون رو اعلام بکنن. واکسن روسی، واکسن چینی جزو واکسنایی هستن که حتی از مکانیزم کوواکس هم جزو لیست ما هستن به محض اینکه مدارکشون تکمیل بشه. و این مدارک چیا هست آقای ستایش؟ آیا ارائه کردن؟ مدارک بسیار زیاده، حجم بستگی هم داره به اینکه این کارخونه و این کشور چه شرایطی رو داره که تولید کننده هست. به طور خلاصه اگه خدمتتون عرض کنم حدود میتونیم بگیم 4 دسته مدارک رو ما احتیاج داریم. اساساً جان بهداشت احتیاج داره. اون مدارکی است در مورد کارهای واکسن، امنیت واکسن، کیفیت واکسن و بحث برچسبی که روی واکسن زده میشه و بسته‌بندی واکسن است که اونم به خودی خود اهمیت بالایی داره. همه چیز هم واقعیتش اینه توش هست، یعنی از مدت‌ها وقتی کارخونه شروع میکنه از اینکه از چه محیط کشتی استفاده میکنه تا از چه ویروس آدنوویروسی مثلا در این مورد استفاده میکنه تا تمام اطلاعات مطالعات بالینش، مطالعات آزمایشگاهیش، تمام اینها باید ارائه بشه و اینها رو اینها داشتن ارائه میکرده. این نیست که یک روزه یه بسته 100 صفحه بیان یا 500 صفحه ارائه بکنن. از ابتدا وقتی ثبت میکنن واکسن رو و علاقه دارن که جزء لیستینگ WHO قرار بگیره شروع میکنن اطلاعات رو در اختیار گذاشتن تا وقتی که اطلاعات تکمیل بشه، که ما منتظر مثلا واکسن اسپوتنیک همین هفته بودیم که همین دیروز هم مدارک رسید و در واقع آخرین قسمت اطلاعاتی که باز مونده بود انجام شد. چیزی که هست که من آخرین نکته که اضافه بکنم اینجا اینه که کشور همون نهاد نظارتی که برای واکسن و دارو داره خیلی مهم است و اینکه کدوم کشور این تولید کننده توش هست اون نظارت ها رو داره اهمیت داره توی تسریع صدور این مجوزها. و اگر اون کارخونه ای که داره واکسن رو تولید میکنه قبلا واکسنی داشته که پری کوالیفاید شده و تایید شده، خیلی سریعتر این کار انجام میشه. شاید به همین دلیل باشه که ما الان فایزر رو WHO پری کوالیفیکیشنش رو داریم ولی برای بقیه هیچ کدوم نداریم. برای مدرنا هم هنوز نداریم. مدرنا اتحادیه اروپا تایید کرده ولی سازمان جهانی بهداشت هنوز تاییدش رو صادر نکرده. به خاطر این است که مدرنا این اولین واکسنی هست که داره تولید میکنه و این مقدار طولانی تر میشه مراحلش. متوجه. آقای خلجی، یه بحثی که حالا من میخوام خیلی کوتاه اگه شما بهش بپردازید، داخل ایران اعتراض ها خیلی زیاد بوده به این واکسن روسی، فکر میکنید دلیلش چی هست؟ آیا یک بی‌اعتمادی به هر حال سنتی به روسیه است یا اینکه دلایل دیگه ای داره، مثلا ناکارآمدی سیستم برای توجیه تصمیماتش در میون کسایی که حتی با خود سیستم دارن کار میکنن؟ بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراض دارن، بسیاری از متخصصانی که با خود دولت کار میکنن اعتراض دارن. خب یک دلیل عمدهش این هست که ایران یا رهبران ایران به صورت ایدئولوژیک از به اصطلاح محصولات روسی دفاع میکنن یا نوع ارتباطی که رهبران ایران با روسیه دارن ارتباط ایدئولوژیک در حقیقت باعث بدبینی میشه. من یک نکته رو عرض بکنم در مورد این آنچه این دوست عزیزمون گفت که تصمیم گیری در مورد واکسن سیاسی هست همه جا و مربوط به امنیت ملی هست. بله، سیاست و امنیت ملی در چارچوب دموکراتیک تفاوت میکنه با چارچوب ها یا نظام های غیر دموکراتیک. یعنی که شما البته که مسئله سلامت و بهداشت جنبه های سیاسی داره، جنبه های اقتصادی داره، جنبه های حتی امنیت ملی داره بدون تردید، ولی در نظام های دموکراتیک شما مسئولانی دارید یا نهادهایی دارید که در حقیقت پاسخگو هستند، شفاف هستند، در برابر انتقادها یا نظرهای کارشناسان واکنش نشان میدن و خودشون رو مسئول میدونن. ولی در نظام های ایدئولوژیک اولا مسئله سیاسی نیست، ایدئولوژیکه، یعنی که فرق میکنه با سیاسی. ایدئولوژیک یعنی که یک سری اصول اعتقادی پیشاپیش از پیش تعیین شده وجود داره که تعیین میکنه شما چه تصمیمی رو بگیرید چه تصمیمی نگیرید. مثلا فرض بکنید در مورد همین بحران کرونا، از ابتدا سپاه پاسداران وارد قضیه شد و دیدید که در چند مورد حتی رسوایی‌هایی هم به بار آورد در مورد تشخیص یا
ساختن دستگاه‌هایی برای تشخیص متوجه کرونا. متوجه من اینجا رو خارج منظور شما این هستش که به هر حال همین ها باعث شده که یک عدم اطمینانی به وجود بیاد. وقت خیلی کم است، من می‌خوام سوال آخر از آقای رضوی بپرسم. آقای رضوی، شما به عنوان کسی که به هر حال این سیستم ها رو می‌شناسید، آیا واکسن روسی اون امکان رو داره؟ آیا میشه اعتماد کرد که واکسن روسی در اختیار ایران به اندازه کافی قرار بگیره و دنباله دار هم باشه، اگه ایران سال دیگه هم احتیاج داشت، سال‌های بعد هم احتیاج داشت، بتونه اینها رو استفاده بکنه؟ اگه هفته پیش این سوال از من میپرسیدی میگفتم که احتمالاً بله. امروز میگم نه. دلیلش هم مشخصه. روسیه خودش وارد یک بحران سیاسی اصلاً پیش‌بینی نشده‌ای شده و دارید میبینید دیگه، طبق معمول دوباره بگیر و ببند و زندان و همون داستانای همیشگی حزب کمونیست و جناب پوتین. این روسیه رو توی یک نقطه گذاشته که این برگ برنده رو لزوماً به کسی نمیده که بر اساس ارتباطات عاطفی و دوستانش باشه. با این برگ برنده روسیه سعی میکنه هر چه تعداد کشور توی اروپا، مخصوصاً شرق اروپا رو به سمت خودش متمایل کنه تا از این بحران سیاسی که در واقع داره کاخ کرملین رو به لحظه در میاره چیکار کنه، در بره. شما اگه امروز مسئول کاخ کرملین بودید و تنها برگ برندتون در تمام دنیا این واکسنه می بود که خیلی ها میخواستن، انصافا چه تعدادش رو به ایران میدادید، چه تعدادش رو به بلغارستان، چکسلواکی و دانمارک میدادید؟ یعنی این نگرانی ناگهانی یک دفعه اومده این وسط و من توصیه‌ام به دستگاه دیپلماسی ایران اینه که از پروژه های مثل موشک های S-300، مثل این پروژه تبدیل به موزه شده نیروگاه اتمی بوشهر درس بگیرن. بله. اگر که روسیه اینطوری که قولش رو داده بتونه 80 میلیون ضرب در 2 تقسیم بر مثلا 20%، یه سود 100 میلیون دوز، برای اینکه شما باید 2 دوز اینو بزنید و بخاطر اینکه به 60-70% ایمنی برسید، نزدیک 100 میلیون دوز واکسن میخواد. اگر ایران همچین قولی رو از روسیه ای که شریک تجاری برای تولید توی کره جنوبی و هند نداره دارید، به مردم قول بدید و تمام تخم مرغ رو توی این سبد بذارید. من همچین کاری رو نمیکنم. متشکرم آقای رضوی. بسیار بازی پرمخاطره ایه و باید به نظر من سبد رو باز کنن و اجازه بدن همه واکسن ها وارد بشه. ممنونم. با این نکته به پایان این بحث میرسیم. آقای رضوی، آقای ستایش و آقای خلجی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. برنامه بعدی پنجشنبه شب روزتون خوش.